خب آقای شناقدری عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه ما. خیلی خوش آمدی. این آغاز یک مصاحبه است که سعی میکنه که نقبه بزنه به تاریخ سینمای ایران در پس از انقلاب، که شما یکی از اعضای ثابت و پایدار این سینما از زمانی که من یادم رفتی بالای سن سال 61 جایزه گرفتی، قبل از اونم بودی ولی من سال 61 تو جشنواره اول یادمه. چه فیلمی بود اونجا جایزه گرفتی؟ فیلم مستند بود. بله، فیلم مستند جنگ بود به اسم صدای پای نور. آها. بعضی جا هم یا زهرا، چون تو آره یا زهرا بود، ولی فیلم اکران صدای پای نور. من یادمه که در واقع تو اون جشنواره رفتی بالا، جوایز حرفه‌ای رو ندادن، جوایز سینمای آماتور رو اینا رو دادن، یعنی فیلمای کوتاه رو دادن که تو یکی از جایزه گیری. یا چرا جایزه حرفه‌ای رو تو جشنواره ندادن؟ اشتباه کردن. اون سال اتفاقا دازه که 10 تا فیلم خارجی اومده بود که اکرانشون تو جشنواره فجر بود. بله. و متاسفانه آخرین لحظه مدیریت سینما که دست آقای کلهر افتاده بود، دست آقای انوار، اونا تصمیم گرفتن که به بخش حرفه‌ای، یعنی بخش حالا سینمای بلند، جایزه ندن. ترسیدن جایزه بدن؟ چی ترسیدن؟ نمیدونم. هیچی پشت پرده نمیدونی؟ نه، فقط میدونم که خطا بود.